همزمان با اعلام محکومیت قطعی 20 سال زندان برای دیپلمات تروریست خامنه‌ای، موضوع جنایت بمب‌گذاری در همایش مجاهدین در رسانه‌های حکومتی مطرح گردید. ماموران امنیتی آلمان 3 سال پیش اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در این کشور را با ادعای اقدام علیه گروهک تروریستی منافقین دستگیر کردند. 16 بهمن سال گذشته او را با ادعای برنامه‌ریزی عملیات تروریستی به 20 سال حبس محکوم کرد. اما سوال اصلی این است که مجرم اصلی کیست؟ اسدی، روحانی و ظریف و کارگزاران، سپاه پاسداران، کدام یک؟ بیشتر سفرای ما در بیشتر ساختار وزارت امور خارجه ما ساختار امنیتی. آیا همه جای دنیا اینطوریه؟ علت نه دستور کاری که برای وزارت خارجه تعیین شده از ابتدای انقلاب دستور کار سیاسی امنیتی بوده. یعنی از قبل از 30 خرداد 60 دستگاه دیپلماسی رژیم امنیتی و تروریستی بوده است. تمام مسائل پیچیده سیاست خارجی همهش در شورای عالی امنیت ملی بحث میشه، چه ما میخواییم یک عملیاتی رو انجام بدیم. یعنی مقصر اصلی اسدی نیست، باید قبل از اسدی و بمبگذار سیاستگذار را مجازات کرد. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است، مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور. عالی رتبه ترین مسئولان یعنی کی؟ اما در مسائل مهم سیاست خارجی حتما بحثش در شورای عالی امنیت ملی میاد. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه. تصمیمی که اتخاذ میشه باید به تایید مقام معظم رهبری برسه. من به شخصه به عنوان یک دانشجو ایرانی شاکی هستم. لطفاً اسم من و 80 میلیون مردم ایران رو هم تو لیست شاکیان این پرونده ثبت کنید. چون اونچه که صرف این ترورها میشه حاصل دسترنج و خون دل و دستهای پینه بسته کارگران و رنج زحمتکشان ماست و بدونین مردم ایران با کمک کانونهای شورشی همین لشکر گرسنگان و بیکاران خودشون این رژیم رو ترنگون میکنن و مهر تابان ایران خانم رجبی رو به ایران میارن.